اعتراف عجیب و جنجالی آنیه توسلی در مورد دلیل ازدواج نکردنش و ناگفته‌های عجیب از زندگی شخصی اون. با ما همراه باشید، صحبتاش رو میشنویم و راجبش صحبت میکنیم. سلام دوستان، به کانال حاشیه تیوی خیلی خوش اومدید، امیدوارم حالتون خوب باشه. خب دوستان، همونطور که میدونید هانیه توسلی متولد سال 1358 و در حال حاضر حدوداً 44 سال سن داره. جالب بدونید که این بازیگر قدیمی علی‌رغم موقعیت‌های متعددی که داره تا الان ازدواج نکرده. جالبه که توی مصاحبه‌ای که چند وقت قبل با فریدون جیرانی داشت راجع به این موضوع صحبت کرد و دلیل ازدواج نکردنش رو توضیح دادش. اون گفتش که من توی شرایطی هستم که از تنهایی خودم بی نهایت لذت میبرم و این تنهاییم رو با هیچ چیزی عوض نمی کنم. شاید سن و سالم یه مقدار کمتر بود، دوست داشتم که سریعتر ازدواج بکنم و بچه دار بشم و تو این سن ها حتی نوه هام رو هم ببینم، ولی خب الان 40 سالگی رو رد کردم و هنوز ازدواج هم نکردم و خب هیچ وقتم فکر نمی کنم که تجربه ازدواج رو داشته باشم و بتونم ازدواج بکنم، چون فکر میکنم برای ازدواج نیاز به یه خودشناسی هستش که من هنوز این خودشناسی رو توی خودم نمیبینم. هانیه توسلی فارغ التحصیل لیسانس ادبیات نمایشی از دانشگاه آزاد تهران و جز بازیگری کار عکاسی و نقاشی هم انجام میده. اون عاشق گربه هاست و توی خونه‌اش هم چند تا گربه داره و چند وقت پیش مرگ یکی از گربه هاش سوژه رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی شده بودش. پدر مرحومش سرهنگ ژاندارمری بود و مادرش هم خانه‌دار بود. اون 4 خواهر دیگه هم داره که توی دوران کودکی اونجوری که خودش میگه زندگی شادی رو کنار هم دیگه داشتن. هانیه توسلی کار تئاتر رو به صورت غیر حرفه‌ای از سال 74 وقتی 16 ساله بود در شهرستان همدان شروع کرد، محلی که زادگاهش بود، و بعد از اون در سال 78 در 20 سالگی بعد از قبولی در دانشگاه راهی تهران شد و کار تئاترش رو به صورت جدی‌تر در تهران دنبال کرد. اون در کنار تحصیلش در به عنوان دستیار کارگردان در فیلم آخر بازی همایون اسدیان با اون همکاری داشتش. اون در سال 79 اولین بازیگری حرفه‌ایش رو در جشنواره تئاتر تبریز تجربه کرد، در تئاتری که نصرالله قادری کارگردانی اون رو بر عهده داشت، تئاتر پدر. چند ماه بعدم برای بازی توی فیلم کوتاه روی جاده نمناک برای اولین بار جلوی دوربین رفت. اما توی همین سال هانیه توسلی برای اولین بار با سریال غریبه وارد قاب تلویزیون شد و اونجا خیلی شناخته شد و سرانجام در سال 80 به خاطر شهرتی که از طریق تلویزیون به دست آورده بود توی فیلم شام آخر فریدون جیرانی حضور پیدا کرد تا اولین تجربه سینماییش رو هم رقم بزنه. در ماه رمضان سال 86 هم بود که با سریال میوه ممنوعه به کارگردانی حسن فتحی در کنار گوهر خیراندیش و امیر جعفریان و علی نصیریان حسابی شهرت پیدا کرد. هانیه توسلی حرفه عکاسی رو هم با علاقه دنبال کرده و به صورت حرفه‌ای انجام میده، ولی خب هیچ علاقه‌ای نداره که عکس‌هاش رو به صورت نمایشگاه یا تو پیج اینستاگرامش منتشر بکنه و معتقده که برای دل خودش عکاسی انجام میده. هانیه توسلی عاشق گربه است و میگه از زمان کودکی گربه یکی از اعضای خانواده‌شون بوده و توی زیرزمینشون هم یه کرسی داشتن که دست گربه ها روشن میکردن و گربه ها اونجا جمع میشدن و حتی زاد و ولد هم میکردن. شیشه انباریشون رو هم شکسته بودن که گربه ها بتونن راحت رفت و آمد بکنن و مرتبا به اونها غذا میدادن. هانیه توسلی الان که داره مستقل زندگی میکنه تا الان 6 گربه رو بزرگ کرده که همشون هم گربه های خیابونی بودن و هیچ کدوم گربه نژادداری نبودن. هانیه توسلی راجب تجربه خواستگاری هم گفته که هیچ وقت به صورت سنتی تجربه خواستگار و اینکه مثلا بردارم چای براش بیارم و اینا رو نداشتم و همچنان مجرد هستم و فکر میکنم حتی اگه ازدواج هم یه روزی بکنم
هیچ وقت نتونم بچه دار بشم، چون واقعا از نظر من داشتن بچه و به دنیا آوردن و بزرگ کردنش کار سخت و پرمسئولیتیه و نمیفهمم چطور بعضی از آدم ها اینقدر راحت بچه دار میشن، اونم آدم هایی که مشکلات زیادی تو زندگیشون دارن، به خصوص مشکلات مالی. البته من تجربه سرپرستی یه دختر بچه توی شهرستان اردبیل رو دارم که از طریق بنیاد خیریه کودکان این کار رو انجام میدم و هر 6 ماه هم از طریق این بنیاد با نیازهای بچه آشنا میشم و سعی میکنم که در حد توانم کمکی بکنم. حتماًم در تاریخهای مشخص مثل روز تولدش سعی میکنم که بهش حضوری سر بزنم یا حداقل تلفنی براش باهاش صحبت بکنم. بریم بخشی از صحبت‌های هانیه توسلی رو بشنویم. بله. یه سوال خیلی خصوصی کنم. ازدواج نمیخوای بکنی؟ نه. نمیخوای ازدواج بکنی؟ نه. چرا ازدواج نمیکنی؟ ببینید ازدواج خورده پیچیده است دیگه، بعد سخته. البته الان دارم به شما میگم که نه، یهو ممکنه ازدواج بکنم. آره، ولی والا راستش وقتی خیلی جوون و کم سن بودم مثلا خیلی دوست داشتم که بچه دار بشم. تو ذهنم همیشه بود، تحت تاثیر رمان جان شیفته بودم و که خوندینش دیگه حالا خودتون که چقدر رابطه این زن با اون بچه عجیبه و اینا. منم تو سن مثلا 16 17 سالگی که اون کتاب خونده بودم همیشه تو ذهنم همیشه این بود که، ولی الان احساس میکنم که شاید الان به هر حال 37 سالمه و همینجوری اومده جلو. نمیدونم، خیلی بعید میدونم چون یه خورده پیچیده است. نمیدونم، شایدم یه روز این کار بکنم، ولی فعلا انقدر به نظرم باید رو خودم کار بکنم که بتونم مسئولیت بزرگ کردن یک انسان رو بپذیرم. این سوالو به این دلیل کردم که من چون روی تاریخچه بازیگری زن در سینما ایران خیلی کار کردم، همه خانم‌ها اکثرا تنها بودن و اکثر بازیگران زن و خیلی بعضیشون نه، مثلا خانم شهلا الان خب نوه داره و بچه داره و نه بچه‌اش بزرگ شده، نوه داره، ژاله پسر داره و ولی بعضی خیلی تنها بودن، یعنی مثلا در تنهایی و اون سالهای پیری تنهایی خیلی به تنهایی سالهای پیری جذاب نیست. حالا من به سالهای پیری نمیرسم انشالله اگه خدا بخواد. نه، من به سالهای پیری که انشالله قطعا نمیرسم، ولی چرا نمیرسی؟ نه حالا شاید هم برسم، نمیدونم، حالا نمیخوام اصلا راجعش حرف بزنم، ولی به هر حال ببینید اون که آدم ازدواج کنه بچه داشته باشه نوه داشته باشه یه خوبیایی داره، برای آدمی مدل من یه بدیهایی هم داره. من خیلی حوصله جمعیت و شلوغی ندارم. من همیشه از تنهاییم لذت میبرم. مثلا یه جایی هم که بودم چند وقت پیش که مثلا فامیل و دوست و این چیزا هست، سریع مثلا کتابم رو میرم مثلا بیرون با ماشین میرم مثلا یه جایی. خیلی وقتا، یعنی واقعا بیشتر وقتا دوست دارم تنها باشم، همیشه از جمع گریزونم. یه تضادیه بین این حرفه‌ای که انتخاب کردم با این حالی که دارم، چون مامانم و اینا اینو میدونن. من از اول ابتدایی که مدرسه رفتم همین مدلی بودم، حالا قبلترش که با خواهرم همش داشتیم بازی میکردیم تو حیات و شیطنت و این چیزا، ولی مدرسه هم که رفتم هیچ وقت دوست صمیمی نداشتم. دوست صمیمی داشتم ها، ولی خیلی مدلم اینجوری نبوده که بخوام معاشرت کنم. همیشه از تنهایی لذت بردم، یعنی واقعا شاید بهترین اوقات زندگی من میتونه زمانی باشه که بیام خونه، برم تو اتاق در ببندم مثلا بشنم کتاب بخونم. هانیه توسلی چند سال پیش توی جنبش میتو هم حضور پیدا کرد و از تجربه تلخی که به در مورد تجاوز بهش شده بود صحبت کرد و اعتراف عجیبی در این مورد انجام داد. هانیه توسلی تجربه 10 فیلم سینمایی، مجموعه تلویزیونی و شبکه نمایش خانگی و تئاتر رو در کارنامه خودش داره. اون برای فیلم شام آخر برنده تندیس بهترین بازیگر 7 جشن خانه سینما شد و در سال 91 هم برای فیلم دهلیز سیمرغ بهترین بازیگر نقش اول رو به دست آورد. این اخیراً هم سریال نمایش خانگی زخم کاری اون خیلی دیده شد و مورد استقبال طرفداراش قرار گرفت، ولی خب اون در یه تصمیم عجیب تصمیم گرفت که توی سری دوم این سریال حضور نداشته باشه و
بعد از اعتراضات و شلوغی‌های پاییز سال گذشته تصمیم گرفتش که هیچ فیلم و سریالی بازی نکنه. حتما نظراتتون رو راجب هانی توسلی و حواشی زندگیش و نظرش راجب ازدواج برامون تو بخش کامنت ها بنویسید. یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو تماشا کنید.